میشه ایشون رو اولین گیاهخوار ایرانی لقب داد صادق هدایت که در جوانی تصمیم به گیاهخواری گرفت و تا آخر عمر گیاهخوار موند نزدیکانش میگن معتقد بود انسان زمانی دست از جنگ برمیداره که گیاهخوار بشه اولین خودکشی ناموفقش رو توی فرانسه تجربه کرد که میگن به علت مشکلات عاطفی بوده که سرنشینا یه قایق اون از توی رودخانه مرن در میارن قبل از اینکه درسش تموم بشه به ایران میاد و بلافاصله توی بانک ملی مشغول به کار میشه هر از گاهی هم یه سری مقالات مینویسه که البته بعد از مدتی به عنوان اولین سانسور شده ایران ممنوع القلم میشه یه مدت بعد میره هند اونجا به عنوان اولین ایرانی داستانایی رو از پهلوی به فارسی ترجمه میکنه میگن کلا آدم متفاوتی بوده هر بار که در تنگنا قرار میگرفت یا پول کم می آورد افسرده میشد یس و نامدی آخرم کار دستش داده و خودش توی آپارتمان اجارش توی فرانسه با گاز خفه کرد به نظرت هدایت توی دوران ما بود روزی چند بار خودکشی میکرد